در این برنامه مطالب مخصوص بین دو نسل رو خط قرمز ها و تفاوت ها و خواسته هاشون رو به چالش خواهیم کشید و در نهایت از کلام خدا راهکارهای کلام خدا رو با هم بررسی خواهیم کرد قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری به قول معروف ما ایرانی ها باید زرگر باشی تا قدر زر را بشناسی این جمله معروف نسل ماست و برای این قسمت از درس میخوایم تفکر کنیم در مورد ارزش هایی که هیچ وقت شناخته نشده در دو نسل متفاوتی که داریم زندگی میکنیم برای هر کدام چیزهای خاصی دارای ارزشه بعضی چیزها بی است بعضی چیزها ارزش هست و این تفاوت سنی تفاوت شرایط محیطی و تفاوت نگاه به ارزش ها در ارزشگذاری زندگی چقدر تاثیر داره و دو نسل را از همدیگه روز به روز جداتر میکنه من و پسرم آروین خوشحال آمار میجا اینجا هستیم منم همینطور مرسی اینجا نشستیم و در این رابطه میخواییم در ارتباط با رویارویی دو نسل متفاوت با هم تفکر کنیم و نشستیم فکر کردیم که یکی از دردهای مشترک هر دو نسل اینه که ما ارزش ها رو نمیدانیم و برای هم دیگه مشخص نیست ارزش هامون و میخوام از آروین خواهش کنم اگر تو بگی در نسل شما نسل دیجیتاله دی نسل بله فیسبوکه تلگرامه. ترگرامه یعنی شما حالا در نسل ما میگفتن یک حرف و دو حرف در دهانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت در مادر میگفت الان شما بگید یک چت و دو چت با دستانم مسج به باداد و مسج دادن به ما آموخت حال اگر بین دو تا چیزهایی که مهمه برای نسل شما به نظر تو اولیش کدومه برای نسل ما استقلال داشتن خیلی مهمه اینکه بتونی داستان زندگی رو خودت بنویسی یعنی کسی به داستان رو نده بگه این فرهنگ ماست یا این طرز عمل ما تا الان بود شما باید همینجوری عمل بکنین خیلی نسل ما از این خود... ناراحت ناراحت چون خیلی ها هستن که نمیخوان اون داستان قبلی رو دوباره تکرار بکنن و احساس میکنن که مجبورن یا اگه نمیخوان این کار رو انجام بدن نسل قبلی ناراحت میشه خب پس شما در واقع میخواید مستقل باشید و استقلال رو در این میبینید که یه چیزی که خودتون میخواد زندگی کنید بله بله خب من فکر میگم حقتونه هم. خب دومیش چیه؟ دوم اینه که همه چیز زودتر انجام بشه یعنی ما فکر میکنیم حکمت خیلی وقتا میگیم که با، نباید سخت بگیری کار رو باید باهوش باشی باید زرنگ باشی هوشیار باشی که مثلا بفهمی چجوری زودتر بتونی یک کاری رو انجام بدی و این چیز ارزش هایی که ما داریم هم خوبه هم بده خوبیش اینه که خیلی وقتا یه چیزایی که برای نسل شما شاید خیلی سخت بود و طول میکشی مثلا نام فرستادن نسل ما با ایمیل با تکس میتونه خیلی ساده یه بنویسه برای یک کسی البته بعضی وقتا هم سخت میشه چون حاضر نیستیم قبول بکنیم منم قبلا این اشتباه رو کردم که حاضر نیستیم قبول بکنیم که بعضی چیزا باید یه چند سال طول بکشه درس خوندن باید یه چند سال طول بکشه از اینجور چیزا ولی مهمه برامون که بتونیم ساده و زود و تند کارمون رو انجام همه بدیم همه چیز بلا فاصله بل، و لحظهی نمیشه انجام بل. بدیم درسته؟ بل. اینو خیلی خوب. خوب. ممنون. ما در نسل خودمون یه چیزایی رو ارزش میدانیم و روش هم پافشاری داریم داریم واقعا داریم حتی ممکنه نکوهش بکنیم ولی داریم و اون یکی اینه که ما به آبرو در نسل ما نسل ایرونی مخصوصا خیلی اهمیت میدیم یعنی آبرو بالاترین چیز برای زندگی ما جونم بره آبروم نره خونم بره آبروم نره بعد نگاه میکنیم جلوتر میبینیم که واقعا برای جامعه ای ایرانی نظر مردم خیلی مهمه هم. خیلی مهمه یعنی ما اینقدر توی نظر مردم هستیم حتی تو مسئله روحانیمون به جای اینکه رابطه شخصی با خدا داشته باشیم میخوام ببینیم فلانی راجع به این موضوع چی گفته بله میدونید مثلا میگیم فلانی به قول فلانی فلانی روایت کرده فلانی گفته <متصفح> نظر <متصفح> مردم برای ما مهمه و نظر مردم در واقع اومده و جایهایی رو تو زندگی ما اشغال کرده پر کرده <متصفح> و حاکمیت داره و ما نمیتونیم از این رها بشیم اینو جزو ارزش میدونیم <متصفح> موضوع بعدی که برای زندگی های ما خیلی مهمه و ارزشه رابطه خانوادگی وابسته است آروین <متصفح> میدونید یه رابطه ای که وابسته است مثلا <applause> بچه ده سالشه یا 20 سالشه <applause> یا 25 سالشه یا سی سالشه مادامی که ازدواج نکرده باید تو خونه آده بمونه <applause> و ما بچه ها رو انگار ناخواسته انگار ناخواسته وابسته به خودمون بزرگ میکنیم <applause> در حالی که این وابستگی از یک سن مذره ولی ما برای ما اینا ارزشه مثلا ما میگیم بچم به من نیاز داره مهم. و اون نیاز هست که برای ما ارزش محسوب میشه خب شما نظر چیه به این ارزش هایی که در نسل ماست؟ آبرو نظر بره. مردم yeah. وابسته به خانواده بودن جالبه چون خیلی از ارزش های ما اینه که ارزش های نسل شما رو از بین ببریم یعنی با 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 فخ... با خ... با خیلی رو که خوششون با. میاد که آبرو رو بریزن بیرون دیگه براشون مهم نیست یا ارزش های دیگه که گفتین رو دیگه میگن نه بیخیال ما میخوایم نسل قبلی ببینه که ما این ارزش برای ما مهم نیست. اما بعضی جا هم راست میگن چون نه فقط نسل شما ولی نسل های قبل از شما در تاریخ دیدیم خوندیم کتاب رو خوندیم. چه موقعی بودش در تاریخ که یه نسل میدونست رئیسشون یا کشورشون داشت خرابکاری میکرد اشتباه میکرد نجادشون ب... آره، ملتشون ولی به خاطر آبرو به خاطر ترس فکر بقیه حاضر نبودن یه کسی بود دیتریک بانهافر تو آلمان تو همون سالهایی که هیتلر آمده بود و نوشته که بعضی کلیساها وقتی که قطار داشت رد میشد با کسایی که میخواستن ببرن توی این جای و بکششون، بکشنشون کلیسا یاد گرفت که بلندتر آهنگ بخونه و با گریه این داستان ها داشت میگفت و ما البته خنده داره چون از نسل شما این داستان رو شنیدیم و ما به خاطر همین ف... میگیم که بعضی چیزایی بودش که در تاریخ در نسل شما که آبرو آبروی نسلتون رو در آینده برد یعنی درسته تو اون لحظه آبروتون سالم موند اوکی بود و ارزش آبرو ولی در آینده ما که نگاه داریم میکنیم میگیم نه این خیلی بده خیلی ممنون موضوع آبرو یعنی اینکه من چجور دیده میشم من خوب دیده بشم من زیبا دیده بشم من بدون عیب دیده بشم آبرو یعنی این وقتی که ما دنبال این هستیم که ظاهرمون خوب دیده بشه قیافهمون خوب دیده بشه و اینو جزو یک ارزش میدانیم به این معنی است که ما واقعیت ارزش رو هنوز نفهمیدیم هم. ما نمیدونیم ارزش واقعی در اون چهره پردازی صحنه پردازی ظاهر خوب دیده بشه نیست هم. یه آقای بود به اسم عزیز نسین عزیز نسین یک نویسنده ترکی بود و کتاب های فکاهی و تنز بسیار تلخی هم گاهی وقتا مینوش و یکی از کتاباش همین بود هیچکی نفهمه هم. اینو من بیشتر بعدن در یه درس دیگه کاملا راجبش توضیح میدم ولی میگم هر چی میخوای بکنی کسی نفهمه به خاطر آبرو yeah. و این حفظ آبرو به قیمت از دست دادن خود یک حقیقتی که نسل منه بچه منه آینده منه این بدن همینطور که آروین گفت باعث بی ما میشه بعضی چیزها رو ما به خاطر حفظ آبرو از دست میدیم که بدن رسوای خودمون هست آقا داره بچت تحقیر میشه داره بچت میفته داره بچت نابود میشه و تو به خاطر حفظ آبرو هیچی نمیگی که آقا از من چهره بدی دیده نشه. نشه ولی نمیدونی که با همین که داری چهره خودت رو میسازی چهره بچت رو نابود میکنی چه بچه باشه چه پدر باشه چه مادر باشه چه دختر باشه هیچ فرق نمیکنه پس بنابراین در مورد آبرو نسل ما باید به این نتیجه برسه که قیافه ما که چطور دیده میشیم این موقته اگر هم زیبا دیده بشه اگر هم آبرومون حفظ بشه و بگیم این ارزشه ارزشی که در این قسمت ناشناخته مونده گنگه مردم هنوز نمیدونن اون اصل مطلبه ممکنه مثلا با این مواد آرایشی با این صحبت ها یک مقداری خودم رو نشون بدم حفظ کنم آقا احترام اون از بین نره آقا قیافه مردم به ما بد نگن اما وقتی اصل واقعیت از دست دادیم فردا اون تمام عمر زندگی ما رو فرا میگیره و تأثیر میگذاره در نسل آینده ما و نسل ما که میبینه یا بگیم نسل آینده ما که میبینه که ما به خاطر حفظ آبروی خودمون حقوق او را زیر پا گذاشتیم او فردا مدعی ماست و از ما جدا میشه <متحد> هدف این درس اینه آرمین جای که ما چطور دو تا نسل به هم نزدیک بشیم چطور رویارویی پیدا کنیم چطور تفاهم پیدا کنیم چطور سوء تفاهم رو از بین ببریم و وقتی که یک نسل به خاطر آبروش نسل دیگر رو ارزش های نسل دیگر رو نادیده میگیره مطمئنا این بعدا گندش در میاد از یه جایی <تصفح> گندش در میاد اما یه نمونه قشنگی بیارم از کلام خدا شما موافقی با این صحبت؟ بله بله شما در نسل شما این اعتراض هست اه. اه. شما بله. ناراحتید از این مسئله که ما برای آبرو و وابستگی اه. وابستگی خانواده در واقع داریم به شما فشار میاریم درسته؟ درسته اما اشتباه ما هم اینه که خیلی وقتا اشتباهی که نسل شما انجام میده وقتی نسل ما میاد وسط ما نمیریم وسط درستش کنیم چون شما اینجا بودین خیلی رفتی به طرف چپ ما خیلی میریم به طرف راست که الان دیگه اصلا آبرو برامون مهم نیست و مثل اون پسر میشیم توی مزمور لغای 15 که خیلی دور شد از پدرش یعنی میخواست حکمت پدرش رو استفاده کنه ولی رفت خرابکاری هم کرد و بله. ما باید هم قبول کنیم که نسل ما اگه نگاه کنیم به کسایی که بین سن 13 و 25 خودکشی میکنن 82 درصد کسایی که خودکشی میکنن تو دنیا تو 2019 بین این سن هستن یعنی ما بین،, بین سن 13 و 25 ای خدا بند یا yeah. 13 تا 25 80 درصد 82 درصد 82 درصد خیلی خدا رحم. يعني ما یعنی ما هم داریم به خاطر اینکه از آبرو خیلی بدمون اومد فرار میکنیم به اون قد یه طرف دیگه که خیلی دوره به جای اینکه اشتباه رو تف... درست بکنیم یه اشتباه دیگه کردیم و این نه فقط با آبرو ولی با خیلی موضوعا نسل ما این این کارا داره انجام میده آبرو من من فکر میکنم وقتی که ما روی یک چیز خراب نمیخوایم اونو درستش کنیم بلکه میخوایم آبرومون رو حفظ کنیم مثل این میمونه که روی یه قوطی سم برای که مردم نترسن برای که مردم چیز نگاه بیایم یه چیز قشنگی بنویسیم بنویسیم مثلا زرچوبه بنویسیم ها بنویسیم دارچین بنویسیم زرشک آقا ظاهرش زرشکه ولی توش سمه آبرو حفظ آبرو در صورتی که خود اصل زندگی حفظ نشه مطمئنا یک اسمیه که شما روی بدترین چیزها گذاشتی من دعا میکنم خداوند من و شما رو ملاقات کنه ما فکر نکنیم که اگر قیافمون در واقع اوریان بود و به ضرر ماست چرا چون که حتی اگر اشتباهی است که اوریان باشه بهتر از اینه که پوشیده بماند چون بعدا ضررش بیشتر خواهد بود در مقابل این وابستگی هایی که ما از بچه ها انتظار داریم این هم جز ارزش های ماست ام. من به این فکر می‌کردم خب یک بچه تا سنی که 18 19 دیگه امه. سن قانونی مطمئنا برای نیازهاش وابسته است به خانواده به بچه به مادر وابسته است و این خیلی چیز قشنگیه امه. اما از یه سنی به بعد اگر این توقع رو داشته باشیم این نه که ارزش نیست این ضد ارزش های خانواده است چرا چون بچه هیچ انتخابی نداره مم. وابسته است مم. مم. اما از سن در واقع 18 19 به بعد بچه انتخاب میکنه که بدون نیاز نیاز مالی من یادم نمیدونم دیروز بود یا پریروز خانواده من جمع شده بودن و من اونجا اعلام کردم گفتم دختر من از لازم پولی کاری به بنده و به مادرش احتیاجی نداره وابستگی نداره چرا اینجاست به خاطر دلبستگی است ارزش بعد از 18 سال به بعد وابسته بودن نیست برادر و خواهر عزیزم عزیزانی که در سن من هستید یا سن موی سفید دارید بزرگتر از من هستید میخوام به شما عرض کنم وابستگی از یک سنی باید به دلبستگی منتقل بشه و لا زد ارزش ارزش نیست و این نسل آینده رو از ما فراری میده پسرم اینو بخور پسرم اینو بکن دخترم اینجا برو دخترم اون کارو بکن مبلاتون چرا این رنگه اون چرا اونجوره، این چرا اینجوری کردی چرا اونجوری رفتی چرا میخوای چنین کنی با اون ازدواج نکن با این حرف نزن این وابسته نگه داشتن من, من فکر میکنم نه که ارزش نیست بلکه ضد ارزشه و فردا خودش رو نشون میده و در سالها نشون میده و من این رو خیلی سعی کردم به وسیله همسرم در زندگی خانوادگی خودم بچه ها را وابسته به خودمون نکنیم بلکه اگر میخوان با ما باشن با دلبستگی باشه از دلشون این رو بخوان. یه نمونه میخوام با هم دیگه تفکر کنیم و این نمونه دو نسلیه که صد و ده سال با هم اختلاف سنی دارن صد و ده سال اگه گفتی راجب کی میخوام صحبت کنم صد و ده سال مثلا ده سال میشه ابراهیم دیگه ابراهیم که سنش زیاد بود ابراهیم صد و صدو ده صد و ده صد و ده, 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 ده سال بود که بین پسرش و پسرش حتی که پسرش بزرگ به دنیا اومد ام... صد و ده سال فاصله yeah. و جالبه که اینا چطور با صد و ده سال اختلاف سنی اینا ارزش های همدیگر رو درک کردن چطور دل این پسر به طرف پدر رفت و دل پدر به طرف پسر رفت آقا 110 سال اختلافه سلیقه فرق میکنه فکر فرق میکنه نگاه فرق میکنه و من از کلام خدا در کتاب کتاب پیدایش باب پونزده از دوازده شروع میشه جریان از 15 به بعد میبینم که اینا هر دو با حفظ ارزش های خودشون یه ارزش مشترکی به دست آوردن یک ارزش الهی هم. به دست آوردن اون براشون مهم بود یعنی می گفت که ارزش من جای خودش هم. من به عنوان پدر چیزهایی که خیلی برام مهمه این جای خودش هم. و هیچ وقت ابراهیم به پسرش نگفت من پدرت من رئیس خونه من سر خونه من این نظر رو دارم کلام خدا میگه نه ابراهیم بچه ها رو جمع میکرد میگفت فرهنگ من که از فرهنگ در واقع گذاشتم اومده نیاکانم اومده ما رو به اینجا رسونده من برای اینکه بچه هام نسل آیندم بهتر بشن متعالی بشن به تعالی برسن من معتقدم یه چیزی بالاتر از من لازمه هم. آماده ای برادر عزیز آماده ای مادر عزیز آماده ای بگی که فرهنگ نیاکان من عقاید نیاکان من منو به اینجا رسونده ارزش هایی که ما توی فامیل داشتیم تو قبیلهمون داشتیم تو شهرمون داشتیم منو به اینجا رسونده این این زندگی من پسرم دخترم بیا یه چیزی بالاتر از من و تو اون به عنوان ارزش تو زندگی ما بیسته و اینجاست که نسل آینده نه فقط از شما فرار نمی کنن بلکه بیشتر به طرف شما کشیده میشن و آور کنید در بندازیش بیرون از پنجره میاد چون دلش اینجاست چون ارزش مشترکی دارید ارزش مشترک الهی که هم بچه از اون خوشش میاد هم شما از اون خوشت میاد و ابراهیم اینو میگه هم. میگه بیا پسرم بشین و کلام خدا رو تعلیم بده و خداون خیلی جالبه میگه میان آیا چیزی رو از ابراهیم دریغ بکنم آیا چیزی هست که من از ابراهیم بپوشونم هم. چون که ابراهیم رو میشناسم که تمام کلام مرا به پسرش تعلیم میدهد هم. کلام من رو yeah, من آرمین چه چیزی دارم به تو بدم بیشتر از اون چی که من رو به اینجا رسونده بتونه تو رو بالا ببره. اگر قرار اون که شما به دنیا بیای و همونی بشی که من هستم من هستم خودم دیگه. ما کپی از رو همدیگه که نمیخوایم باشیم. خدا کپی بردار که نیست که. خدا ها رو از رو همدیگه دیگه کپی نمیکنه. پدر من همونی بود که بود بندم همونم. پسرم هم همونه بعد از رو هم دیگه کپی کنیم هم. کار خدا رشده برکته تبدیله نظری داری در این مورد؟ آره اینکه یه داستانی هستش ابراهیم ما اسحاق که اسحاق رو میبره به طرف کو و کوه موریا کوه موریا و حاضر میشه که قربانی بکنه یعنی بچه خودش رو بچه خودش رو و وقتی که دارن میرن به طرف کوه اسمش موریا, موریا. پسر میپرسه میگه اون بالا میخوایم چی رو قربانی بکنیم و ابراهیم جوابش اینه که خداوند خودش میرسونه خداوند خودش میرسونه مم. یعنی یه فرقی هستش بین یه پدری که هی به بچهش ماهی میده و پدری که به بچهش یاد میده که ماهیگیری بکنه و اون چیزی که ابراهیم کرد وقتی که کلام رو نشون داد به اسحاق این بود که من همه چیزی که نسل تو باید بفهمه و یاد بگیرم من نمیتونم یاد بگیرم اما اون کسی که میتونه به یاد بده من ایشون رو میخوام به نشون بدم و اون همون کاری بود که ابراهیم کرد که شما کردین که نسل شما باید ادامه بده بکنه و برای همین این داستان برای من خیلی زیباس و قشنگه آمین. مم. آمین. بزرگترین ارزشی که من در این داستان میبینم همینطور که داری توضیح میدی مسئله خیلی در این رابطه راجب قربانی شدن این فرزند صحبت میکنن میگن می وا یک پدر بچهش رو برد قربانی بکنه از پشت این پرده یه داستان دیگه است مم. داستان دیگه داستان ارزش مشترکی است که این دوتا برای همدیگه دارن مم. چون وقتی ابراهیم داره با پسرش میره به اون محل میبینیم که میگه همونطور که گفتی خدا بره قربانی را مهیا میکند در واقع داره خیلی راحت میگه که خدا اجازه نخواهد داد بچه من قربانی بشه هم. خدا برای بر پدری که حاضر بچهاش رو در حضور و خدا اطاعت بده خدا هرگز اجازه نمیده اون بچه اون نسل نابود بشه ارزش مشترک اینه که من به اطاعت مطلق خدا قدم بزنم و از اون کودکی بچه خودم رو در اطاعت خدا تعلیم بدم و هر دو اطاعت رو به عنوان یک ارزش مشترک از خدا در زندگیمون داشته باشیم <applause> اون وقت نه ابراهیم در این قسمت بی بچه میشه نه بچه ابراهیم در این قسمت کشته میشه بلکه اطاعت باعث میشه هر دو زنده و سالم از اونجا پایین بیان به نسل با به فیض ایسای مسیح با اقتدار کنار هم میستند و و به عنوان ارزش مشترک این رو منتقل میکنم به نسل های بعد از خودشون <applause> خدا رو شکر میکنم برای قسمت بله من و من امیدوارم که خداوند به طرز مخصوص دلهای ما رو لمس <تصفيق> کنه <تصفيق> دلهای ما رو نزدیک کنه یادتون باشه کتاب ملاکی باب چار آی شیش. او دلهای پدران رو به طرف پسران و دلهای پسران رو به طرف پدران بر خواهد گردانید امیدوارم که آماده باشید در این برادر عزیز خواهر عزیز در ارزش هایی که بچت ارزش گذاری نمی کنن، شما با او به نتیجه نمی رسید نسل جوان شما هم با نسل ما به نتیجه نخواهید رسید یه چیزی ارزش برامون هم مهمه بیا اینا رو بذاریم کنار هم. یک ارزش واحد مشترک با همدیگه تهیه بکنیم و در اون ارزش مشترک بمانیم و خواهیم دید که اون ارزش الهی به اسم اطاعت مهم. ابراهیم ها و پسرش رو و نسل های بعد از او را از هم جدا نخواهد کرد بلکه به همدیگر خواهد پیوند موفق باشید و از خداوند میخوام که به طرز مخصوص قلب شما زندگی شما رو لمس کنه مبارک کنه به فرزندانتون نزدیک بشید اونها به شما نزدیک بشن بله دنیا عوض شده نسل ها داره عوض میشه اما محبت خدا هرگز عوض نخواهد شد آمید. فیض خداوند با شما باشد مرسی, مرسی.